وزارت خارجه آمریکا جایزه زنان شجاع آمریکا را به 7 زن جان باخته افغان اهدا می‌کند. فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، جنرال شمیلا فروخ، رئیس پیشین بخش جندر ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد که در ولایت‌های میدان وردک و بامیان همچو قابله کار کرده بود، فاطمه رجبی، افسر پیشین پلیس در ولایت غزنی، فرشته، افسر پیشین اداره امور زندان‌ها، ملالا میوند، گرداننده پیشین رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی، فعال پیشین حقوق زنان، از جمله زنان جان باخته هستند که قرار است این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا به آنان تعلق بگیرد. این زنان در حمله های هدفمندانه در سال 2020 میلادی در افغانستان جان باختند. خانمایی که فعلا به ثابت کشته شدن یا به ثابت ترور شدن شهید شدن، ما شهید گفتم میدانیم که شهید شدن، باید یک مموریال داشته باشن که نسل 15 سال بعد ما، 20 سال بعد ما یک اسم از اینا تاریک نشن و به ثابت جاودان باشن. وزارت خارجه آمریکا میگوید که به علت شیوع ویروس کرونا مراسم اهدای این جایزه به گونه مجازی برگزار خواهد شد. شهید داشتیم، قربانی دادیم. از اینکه حکومت افغانستان هیچ صدای بلند نکرد و هیچ کار به خاطر خانمای شهید نکرد، تشکر میکنم از سفارت امریکا یا از امریکا. در کنار این زنان جان باخته افغان، 14 زن دیگر از بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، گواتیمالا، ایران، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا، ترکیه و وینزویلا نیز جایزه جهانی زنان شجاع را دریافت خواهند کرد.